چندین کارمند مشهور رسانه طلوع افغانستان را برای همیشه تر گفت. آیا در میان این کارمندان اجمل نورزی، یلدو علی و پامیر کاکر وجود دارد؟ چرا این کارمندان طلوع افغانستان را ترک کردند و به کدام کشورها پناهنده شدند؟ آیا خبر ترک کردن این کارمندان حقیقت دارد؟ سلام دوستای عزیز، خدا کند که خوب و جور و صحتمند باشید. ما در این موارد خواهیم پرداخت. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده، لایک و سابسکرایب را نیز فراموش نکنید. چندین کارمند موبی گروپ و رسانه طلوع که بهترین برنامه های روزانه و شبانه این رسانه را پیش می برد، افغانستان را برای همیشه ترک نمود. از آن جمله اجمل نورزی که برنامه های رادیو یارمان و بعضی برنامه های تلویزیون طلوع را گردانندگی می کرد، با خانواده طلوع خداحافظی کرد و رای سفر شد. همچنان یلدو علی که برنامه امشب و ویژه برنامه های طلوع را پیش می برد و یکی از بهترین کارمندان رسانه طلوع بود، نیز هفته گذشته کابل را برای همیشه ترک نمود. پامیر کاکر که با شور هیجان برنامه لحظه به لحظه را زیباتر ساخته بود و کمبودی قاسم ابراهیمی و دیگر کارمندان طلوع احساس نمی شد، نیز در یک سفر غیر منتظره خانواده و کابل را ترک نموده است. در تازه ترین پیامی که بهرام امان خبرنگار رسانه طلوع در صفحه رسمی خود افشا ساخته است، نوشته است که در چند روز اخیر سه مجری تلویزیون طلوع افغانستان را ترک کردم و سه تصویر را نشر کرده است که تصاویر اجمل نورزی، پامیر کاکر و یلدو علی می باشد. این در حال است که کارمندان رسانه طلوع پیام این رسانه را ترک می کنند و به اروپا پناهنده می شوند و این رسانه روز به روز ضعیف می شود.